زن کیست؟ سخت اندر حیرتم کین جنس زن گه فرشته باشد و گه اهرمن. 8 مارچ روز جهانی زنان، یاد آور مبارزات قهرمانانه زنان کارگر نساجی در نیویورک است که سنگ بنای مبارزه متشکل زنان در ابعاد جهانی را پیریزی کردند. اما اینجا در افغانستان زنان هنوز و پس از چندین دهه محرومترین قشر جامعه هستند. به تعبیر واضح‌تر و به تفسیر برهنده‌تر، در چندین دهه گذشته عمق بیرحمی، گستردگی تعدی و پیمانه تجاوزات وحشیانه جنسی علیه زنان و دختران افغانستانی به اندازه دردناک، آنقدر شرمناک و تا حد تکاندهنده و مایوس کننده است که قلم از تحریر آن، کمره‌های عکاسی و ویدیویی از تصویر آن و زبان آدمی از تخریر آن به کلی عاجز می‌ماند. صفحات تاریخ کشورمان مشعر و حاکی از آن است که زنان با عزت و دختران با عفت افغانستان با خشن‌ترین و ددمنشان‌ترین شیوه های خشونت با ماشینداران ضربه شدند، با رسمان غرغره شدند، با پاشیدن تیزاب به سر و صورتشان کشته شدند، با انگشتان دست خفه شدند، با سنگ کشته شدند، با چاقو بینی ها و گوش هایشان بریده شده است، با انبور ناخون ها و گوشت های بدن هایشان کشیده و کنده شده است، با پل ریش تراشی بدون انرسیزی در طویله حیوانات عملیات جراحی شدند، با سگ جنگی معاوضه شدند، با مواد مخدر تبادله شدند، با پیرمرد 70 ساله به بد داده شدند، با 100 دلار مثل مال فروخته شدند، با تن فروشی مجبور ساخته شدند، با تزویر و فریب برای انفجارات انتحاری استخدام شدند، با کمال سختی قلبی مورد تجاوز گروپی جنسی قرار گرفتند، با اثر بمباری های تیارات ناتو و آمریکایی ها در بسترهای خوابشان مظلومانه به شهادت رسیدند، با عناوین مختلفه در سلوله های زندان انداخته شدند، با کمال گرسنگی جان دادند، در طویل خانه ها محبوس شدند، با اثر استبداد و استبداد دست به خودسوزی و خودکشی زدند. و اما این همه چرا در حق زن؟ با گفته برخی زنان فعال، فرهنگ سنتی مردسالاری در افغانستان دلیل اصلی وضعیت وخیم زنان در کشور می باشد. آنها به این عقیده هستند که جامعه افغانستان در همه سطوح شیوه پدرسالارانه دارد. این یک موضوع شناخته شده در تعاریف سیستم‌های سیاسی اجتماعی روزگار ماست. یعنی این که حتی نگارش قوانین نیز به سبک مردانه است. بسیاری ساختارهای اجتماعی فقط کارکردهای مردانه دارند. حتی اگر ضرب المثل ها و اصطلاحات رایج در بین مردم دقت کنیم، این گرایش بر روش مردانه حتی در بین زنان نیز وجود دارد. مثل قول مردانه دادن، مردانه قدم برداشتن، یا به قول معروف گویان مردها را قول است. و اما برخی دیگر به این باور هستند که نسل جدید که پس از خروج طالبان متولد شدند تجربه دیگر دارند و به وسیله وسایل ارتباطی، اینترنت، آموزش در مدارس و فعالان حقوق بشر با مفاهیم و ارزش‌های دیگری آشنا می‌شوند و این آشنایی به تغییرات تدریجی منجر خواهد شد. پس از سقوط طالبان وضعیت کم کم عوض شد. زنان در سطوح مختلف جامعه دست به فعالیت‌هایی زدند. حضور زنان در مکاتب، دانشگاه‌ها، شورای ملی، کابینه، نهادهای مدنی و سایر موارد. ولی برخی دیگر به این باور هستند این حضور، حضور نمادین است. کار بنیادی برای زنان صورت نگرفته است. هنوز زنان از وضعیت فعلی رنج می‌برند و در بسیاری موارد زنان خود از حق و حقوقشان بی‌خبرند.
به باور برخی از حقوقدانان، زنان در انجام کاری که حتی حق طبیعی آن شمرده می شود دست به خودسانسوری می زنند. این حقوقدانان می گویند از زمان تولد یک دختر در خانواده، نخست از همه مادر این کودک آشفته و پریشان می شود و گاهی به سوالی که به پدرش چیگونه بگویم که نوزاد دختر هست مواجه می گردد. به گفته این حقوقدانان از اینجاست که خشونت زن علی زن آغاز می شود. 14 قرن پیش از امروز خداوند با نزول قرآن کریم به زن جایگاه ویژه‌ای را در اسلام تعیین کرد و زنان در قلمرو اسلام از حقوق اساسی برخوردار شدند. با این همه هر سال که می گذرد صحبتها روی مشکلات زنان افغانستان هم تا سال دیگر فراموش می شوند و تنها مناسبت های ویژه باز هم عیده گرده هم می آیند و روی مشکلات زنان تنها و تنها به ارائه آمار و بررسی مشکلات زنان که تکراری هم هستند می پردازد. از دوری بیننده باز هم خوش آمدید. شما بیننده ویژه برنامه روز جهانی زن 8 مارچ هستین. گزارش را دیدین، واقعا که فوق‌العاده عالی بود و در سالن هم ما کسار شاهد بودیم که البته عشق ریختن. به هر صورت واقعا کار عالی از طرف محمدعلی فرزند مجری بحث ورزشی دیدیم که زحمات زیاد را کشیده بودن. ما هاشمی بازم مجددن به برنامه، البته تازه به ما پیوستن که ایشان را هم به برنامه خوش آمدید میگم. میشه مایک بگیرن و سمتتان را هم بگین و در کل سوالم که مربوط شما میشه پاسخ بدین که مشکلات را که در گزارش دیدین آیا در خانواده های شما و در فامیل شما و حتی به خود شما به اینچنین مشکلات سردچار شده بودین یا نه؟ به نام خداوند، اسم من فاطمه هاشمی هستم و معاون کمیته بانوان در بخش موتای هستم و سوال شما که پرسان کردین کمتومه؟ مایک ببخشین بابا بگیرین. تقریبا افتاده و خودم در این مشکل هستم که به 100,000 مشکل میایم در ورزش. تشکر. و خانم صدیقه مبارز، منشی فدراسیون ملی موتای در بخش بانوان، در کل نقش بانوان را در ورزش همه گفتن، نظر شما چی است و ای که وضعیت ورزشی بانوان در فدراسیون شما چگونه پیش میره و فدراسیون تان برای بانوان چگونه خدمات را ارائه میکنه؟ خب تشکر از سوالتان. بانوان مویتایکار که واقعا در چند سال اخیر خیلی رشد کردن و مسابقات زیادی را شاهد بودیم که در سطح داخلی و خارجی انجام دادن. ما همچنان فدراسیون ملی مویتای خیلی کوشش میکنه که انشالله بانوان در مسابقات خارجی روان بکنه و همچنان انشالله مسابقه زیادی داره روی بانوان و همچنان برای پیش بردی استعدادشان و همچنان در سال آینده انشالله یک مسابقات برمرزی داریم در ترکمنستان که بانوان ما انشالله افتخار می آورند و همچنان در کل فدراسیون ملی مویتای در بخش بانوان خیلی یعنی می خواهی پیشرفت بکنند. تشکر. خانم نادری، نظر شما در مورد ورزش چی است و در کل انجمن شما چقدر تانسته برای بانوان افغانستان مفید باشه و در انجمن شما به چی تعداد بانو فعالیت میکنه و در کل آیا مجانی است یا ای که فیس میگیرین نمیگیرین؟ بله، با تشکر. اول اینکه ورزش همونطور که میدانیم میگم عقل سالم در بدن سالم است. ورزش در کل برای صحت بدنی بسیار خوب و مفید است.
و خدا کنه که در مملکت ما هم امیر رشد و پیشرفت خوب داشته باشه. البته امنیت گره اول در رشد امنزی موضوع میتم. دیگه مجتمع ورزشی باتوریان بیشتر فعالیتاش در مورد خانمایی بود که از لحاظ ورزش درمانی بیشتر مراجعه میکردن که مشکلات دیسک کمر داشتن، مشکلات درد مفاصل، فشار خون بالا، چربی خون بالا، مواردی بود که متقاضیان بیشتری در این مورد داشتیم. دیگه در بخش فیتنس خانم ما زیاد بود. سپاس. و مشتمع خب رشته های دیگه هم داشت، ولی ورزش در کل کوشش میکنم که در مملکت یکم روش پیدا کنم. سپاس از شما خانم. از غریب با شما میاییم برمیگردیم که در کل بانوان ورزشکار، بانوان عضو فعال جامعه در افغانستان چقدر میتوند بستر ساز باشه برای فعالیت های مختلف اجتماعی و همچنان فرهنگی، علمی و پژوهشی در کشور، و شرایط رشد ورزش بانوان در افغانستان آنچنان که باید باشه آیا فراهم شده از سوی نهادهای مانند کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی که خود در مشکلات فراوان فعلا غرق هستند؟ خب باز هم یادآور میشم که جوانای افغانستان خصوصا بانوان، دی چند سالی که خودم ورزش میکنم و در ورزش قرار دارم و میبینم علاقه زیادی دارن، و من فکر میکنم که ای که بتانیم که بستر هموار کنیم به ای که یک فضای خوب باشه تا دخترها و خانم ها بتانن که بیان راحت تر به مو فضایی که مورد نیاز یک ورزشکار هست بیان ورزش کنن. من فکر میکنم این نیاز به یک مدیریت داره، نه تنها به نیاز به مدیریت داره، نیاز به ای داره که واقعا فعال باشن. مثلا در بخش ای که ما باید یک انقلاب علمی داشته باشیم به خاطر محصلین و دانشجویان، یک واقعیت است که افغانستان نیاز داره به همچی یک انقلاب. اما قسم در قسمت ورزش هم من فکر میکنم باید امی مدیرا یا امی کسایی که به اصطلاح در رأس قرار دارن باید واقعا فعال باشن. یعنی با واقعا فعال باشن به این منظور هست که باید در هر لحظه خود به امی تلاش باشن، به امی تپش باشن، و باید خودشان یک رنج بکشن، چون میگن که تا رنج نباشه هیچ وقت راحتی نیست، هیچ وقت دستاورد نیست. هر اگر واقعا تلاش کنن، اگر واقعا از خود امی تلاش به خرج بدن، من مطمئن هستم که میشه، که هرچند که این زمان به اصطلاح زمان بر هست، زمان میگیره، اما من فکر میکنم اگر تلاش خود را کنن حتما میشه. اگر بخواین که دیگه خواهرهای خود را هم در پهلوی خود داشته باشن، من فکر میکنم که آل ما اگر هر کشورهای را میبینیم که به یک سطح رسیدن، یا به اصطلاح در قسمت آسیا بیم از کل جهان گذشتگی، و حتما یک زحمت کشیدن، زحمت داشتن که نسل های دیگه شان تونستن آرام تر باشن، و ما فکر میکنم که باید زحمت بکشن. تشکر. یعقوبی، تکبانوی افغانستان در مسابقات المپیک نوجوانان جهان، به نظر شما فرق بانوی که ورزش میکنه، چی حرفه‌ای باشه، چی ورزش قهرمانی یا ورزش همگانی باشه، با بانوی که ورزش نمیکنه، به نظر شما یعنی فرق دارن یا نه؟ طبعاً یک ورزشکار با یک شخصی که ورزش نمیکنه فرق داره. یعنی در افغانستان خوشبختانه دهه اخیر ورزش بانوان رشد کرده، و یک مادری که سعادتمند باشه از هر لحاظ میتونه که طفل خود خوبتر پرورش بده، و چی دختر و چی پسر او را با یک تربیت خوب به جامعه تقدیم کنه. و طبعاً وقتی که ما ورزش میکنیم از هر امراض روحی روانی در امن هستیم، یعنی سالمتر میتونیم که به درس و تعلیم خودم بپردازیم، و با از طریق ورزش میتونیم که یک نماینده صلح باشیم به کشور خود و دستاورد داشته باشیم. و من بازم از تمام خواهران ما که ورزش نمیکنن خواهش میکنم که به ورزش رو بیارن، و فعلا شرایط بسیار خوب مساعد است به تمام خواهران و مادران میتونن که حالا مهم نیست که ورزش رزمی باشه، میتونن فقط یک ورزش عادی دوش یا پیاده روی را روزانه انجام بدن تا بتونن هم فامیل خود و هم جامعه خود به یک شکل خوبتر پرورش بدن. از شما تشکر آقای ببخشین خانم یعقوبی. در کل خانم نورستانی، اگر من شوخی داشتم امروی فرناز جان، در کل وضعیت بانوها در فدراسیون شما قسمه که گفتین قناعت بخش است، و در کل
فدراسیون شما بسترساز رشد ورزش در افغانستان است. اما فدراسیون شما تنها در بخش ورزش قهرمانی فعالیت میکنه یا در بخش ورزش های همگانی هم فعالیت دارین؟ آیا کدام نهاد یا سازمان برای ورزش همگانی هم در ریاست تربیت بدنی یا کمیته ملی المپیک که شما فعالیت میکنین وجود داره برای ورزش همگانی برای همه مردم، یا ای که تنها به ورزش قهرمانی فکر میشه در افغانستان؟ من تا جایی که فکر میکنم تمام رشته های ورزشی تمام فدراسیون ها تنها وظیفهشان نیست که قهرمان تولید کرده برن یا بالای بخش های مختلف زحمت میکشن، که از بین همه قدر نفر، از 4400 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، چند ممکن یک فدراسیون ما 1500 نفر داشته باشه، 2000 نفر داشته باشه، ممکن اتر نشه که کلگی قهرمان باشه، از خاطر صحتمندیشان هم تمرین میکنن و تمام فدراسیون ها به خاطر هر دو بخش باید زحمت بکشن، هم به خاطر قهرمانی و هم به خاطر از اینکه بتانن صحت خوب داشته باشن و ورزش های همگانی را پیش ببرن، در این بخش هم فعالیت دارن تمام دشتر. ممنون از شما. به هر صورت از دور بیننده، شما بیننده روز جهانی زن 8 مارچ هستین. وقفه کوتاه را می داشته باشیم، بعد از وقفه نمایش کوتاه باید اجرا شود که بیننده‌اش باشین.